سلام، به اسفاد خوش اومدید. اسفاد برنامه یه که گپ و گفت خودمونی با هنرمندای محبوب شما داره با یه روش جدید و از راه دور. تو برنامه ما هیچ خبری از تشریفات مصاحبه ای نیست. هنرمندا ممکنه تو خونه خودشون باشن، ممکنه تو استودیوشون باشن، ممکنه توی رستوران باشن، هر جایی که خودشون احساس راحتی بیشتری میکنن. با ما باشید. مهمونای برنامه امروز گروه باحال و پرطرفدار تی ام بکسن. تی ام بکس واسه اونایی که نمیدونن مخفف تیمارستان و بروبکس. درود بر نبیل، علیبی و شاهین عزیز. به اسپات خوش اومدید. سلام، درود. مرسی که ما رو دعوت کردین. اسپات در خدمته. من به نوبه خودم سلام میکنم. فکرم سلام کردم. امیدوارم حالتون خوب باشه. بیننده‌های عزیز، مرسی که ما رو دعوت کردین. به برنامه خوبیتون تشکر میکنیم و در خدمتیم. شکر اسپات، در خدمتیم. اسپات اسم برنامه است. دیگه شکریم. خیلی مخلصیم. مرسی که ما رو دعوت کردین. مرسی. خب بچه ها، امسال با پراجکت های خوبتون مثل مسئله اینی، مشکی لباس و آلبوم جدیدتون سلسله خیلی حال کردن. یه آپدیت به همون بدین، چه خبر؟ الان کجایین و مشغول چه کاری هستین؟ الان اومدیم استودیو و الان مشغول کار بسیار کلابی و بسیار شاد هستیم که خیلی بهش ایمان داریم. بعضی میگن سبک رقصیه، سبک تیمیه، ولی بازم یه سبک جدیدیه، سبک خاص خودش. آره، سورپرایز میشیم. تو سه تا سینگل دادیم امسال که خدا رو شکر بد نبود. آلبومی بود که ما خودمون زیاد انتظار نداشتیم ازش، خیلی زیرزمینی بود آلبوم سلسله، ولی خدا رو شکر واسطاش خیلی خوب بود. مرسی از همه عزیزانی که حمایت کردن. یه نکته جالب در مورد تی ام بکس اینه که همه کاراشون رو خودشون انجام میدن، از نوشتن شعر، ساخت آهنگ و بیت، میوزیک ویدیو، حتی میکس و مسترینگ. بچه یه توضیح به همون بدین در مورد روند کاراتون و اینکه چجوریه که همه کارا رو خودتون انجام میدین. خب من و نبیلتی از اول، از قدیم، از 15 سال پیش و بیشتر پرودوسر بودیم و آهنگسازی میکردیم و هنوز هم تو همون کاریم، ولی خب بعد چند سال آهنگسازی شروع کردیم خودمون به خوندن، چون یه ایده هایی داشتیم که گفتیم مثلا باید همینطوری پیاده بشه روی این آهنگ، روی این موزیک، و واسه همین شروع کردیم خودمون دست به میکروفون شدیم. من فکرم دلیل اصلی این که همه کارا خودمون کنیم که تعصب زیاد داریم به کارامون. نه که حالا کسای دیگر قبول نداشته باشیم، اصلا اونجوری نیست، ولی خیلی دوست داریم اون ایده هایی که داریم به جای اینکه حالا برای کسی تعریف کنیم و اون طرف پیاده کنه ایده ها رو، خودمون همونجوری که تو ذهنمون هست پیاده کنیم. واسه همین هم لحاظ آهنگسازی، هم لحاظ ویدیو، هم از لحاظ هر کاری که میکنیم ترجیح میدیم خودمون انجام بدیم. خب همین دلیل اصلیش همینم هم بهتره به خدا. ولی خب جدیدن 100% داریم سعی میکنیم کارا رو واگذار کنیم، یه سری کارا رو بدیم حالا لحاظ ویدیو سازی به هر حال، ولی میشه گفت داریم تقسیم میکنیم کارا رو، یکم بدیم اون ور اونورم. آخه از قدیم هم همین کارا بودیم دیگه، همینطوری ادامه دادیم دیگه. آره تو هیچ کاری نیستیم. نگو چیزی شنیدی تو مثل این میبینی داریم تاریخ می نویسیم، می نویسیم، نگو چیزی شنیدی تو مثل این. زندگی مینه یه سیگار فندکم انگیزم تو تونش تو که بسوزی 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 یه سفر دود کنم با اون دور تو. خاننده اینه باد میاد و میده، ولی بهم بگو کو پولش. خب دو قانون بد یاد میدم میتونه بشه ستونه تو. بیروزی اگه بتونی پهون کنی دروغ تو، یه رو میفهمی پیشرفت وصله به اون غرور تو، پس میری بالا تا غرورت بکنه اون گور تو. منم این فرعونم، جواهر رو با خودم میبرم وقتی مردم، ندارم اعتماد به آدمای دورم، حتی به آینه یه رو بخورم. بچه ها الان 10 ساله که داریم فعالیت میکنیم.
از کی همدیگر رو میشناسین و توی تمام این سالها دانمارک بودین؟ آره درسته، ما هممون از قدیم، من و نویتی که داداشیم، من چویسی نداشتم متاسفم. و شاهین که دوست خیلی خیلی قدیمی هم همون داداشیم آره، مثل خانواده بزرگ شدیم پشت هم مثل کوه. بله عمیق. آره تو همون شهر زندگی میکنیم و دیگه مجبوریم با هم کنار بیاییم، بخواییم نخواییم دیگه با هم دیگه دعوا بکنیم، نمیدیم کجا بریم دیگه. بچه شما آهنگاتون همیشه سبک خاص خودشونو دارن، اصلا خیلی ها میگن سبک تی ام بکس. توی آهنگاتون خودتون فکر میکنین چی دارین که شده سبک تی ام بکس؟ اون دست علی بیه که روی کاره، اون دست باعث میشه که بگن کار تی امی، تاچ تی امی داره. بود دوست دارم که سلطان وسط نشسته. فعلا چمشنه جون، ولی فکر کنم همیشه فلسفه‌مون این بوده که هیچ مرزی نباشه تو کارمون و کلن. خب ما که پشت دستگاه میشینیم اینطوری بگم که ما از قدیم با سبکای خیلی مختلفی بزرگ شدیم و هنوز هم اون سبکا رو دنبال میکنیم، چه هاوس باشه، چه سبک الکترونیک باشه، هیپ هاپ، R&B و حتی موزیکایی گوش میدیم که اصلا مثلا خارجیه، یعنی مثلا هندی زیاد گوش میدیم، سبکای خیلی عجیب غریب گوش میدیم. و فکر کنم وقتی که پشت دستگاه میشینیم و سعی میکنیم یه مثلا خلاق باشیم، اون سبکا یه جوری پیاده میشن، اون الهامایی که سال هاست که گرفتیم و هنوز میگیریم یه جوری یه صورت طبیعی پیاده میشه، روشان میشن. بله بله این رو یاد داشت میکنم، ما هم یاد داشت میکنیم. و فکر کنم وقتی که به یه مرحله میرسی که واقعا یه سبک جدید میدی بیرون تو مارکت و طرفدار پیدا میکنه، از اونجا شروع میشه کار و کار بعدی سعی میکنی همون سبک رو دنبال کنی ولی پیشرفتش یه پیشرفتی بهش بدی. و ما در واقع میتونستیم خیلی سال هاست میتونستیم همیشه یه سبکی که مثلا دادیم بیرون و میدونیم جواب میده رو همون ادامه بدیم. خیلی خواننده اصلا این کار میکنن، یه سبک خاصی دارن اون ادامه میدن و با اون سبک خاص خودشون همیشه یه هیت جدید میسازن، ولی ما همیشه دوست داشتیم ریسک بکنیم و همیشه هم میکنیم ریسک رو. و میگم همین آهنگ بعدی که میاد بیرون مثلا شبیه آهنگ قبلی اون نیست اصلا به هیچ عنوان، و این برای ما خیلی مهم بوده اینکه ریسک کنیم همیشه. و خیلی به قول معروف خیلی چی میگن همون ریسک کردن باعث میشه که آدم یه سبکای جدیدی بده. ولی خیلی از طرفدارا هم خب این جالبه واسه شون که نمیدونن آهنگ بعدی تیم چه سبکیه، واسه شون همیشه یه جذابیتی داره، یه هیجانی داره. اونایی که طرفدار پراپا قرص و تیه من نمیدونن که الان آهنگی که میاد پارتی غمگین هاوس، حالا کلن چه سبکی که قرار بیاد بیرون، این برای خودمونم جالبه. آلبوم سلسله که این تابستون دادیم بیرون، میدونم که سبک آهنگاش متفاوت بود ولی خیلی هاش سر و صدا کرد. نبیل جان بهمون بگو که ضبط این آلبوم چقدر طول کشید و کلا در مورد این آلبوم یه خود برامون توضیح بده. آلبوم سلسله یه سری آهنگ این دو سال بود که ما گذاشتیم کنار و فکر می‌کردیم که خیلی تون بتونیم این آهنگا رو جمع کنیم و توی آلبوم بزنیم و بدیم به مارکت و رادیو جوان، ولی در واقع خیلی طول کشید چون که پروژه ها رو دونه دونه باز کردیم دوباره اونجا که قدیمی شده بودن پروژه ها، و خب حدوداً یه سال و نیمی طول کشید تا دونه دونه این آهنگا رو دوباره میکس کنیم و دوباره ضبط کنیم. ولی خب باستابش خیلی خوشحالیم، خیلی خوب بود باستابش و میگم همون سبکایی بود که واقعا خودمون شخصا خیلی دوست داریم باش کار کنیم و بازم در آینده حتما آلبوم خواهیم داد دوباره در سبکای عجیب غریب. توی این سالی که گذشت حسابی مشغول کنسرت ها بودین، عکس ها و ویدیوهاتون رو دنبال میکردیم. شاهین جان تو بگو توی این سفرهایی که میرین کدومتون بیشتر از بقیه فان و خوش اخلاقه، کی بیشتر بقیه رو اذیت میکنه؟ سوال جالبی بود. تابلوه دیگه، حالا اونایی که بچه هایی که توی
دنیای مجازی ما رو پیگیری میکنن از کارامون. اذیت کنه ما علیه، یعنی وحشتناک اذیت میکنه. صبح یه دفعه آب میوزه روت، از این کارهای مزخرف زیاد میکنه. شوخی شهرستانی آره، ولی خوش اخلاقمون نبیله. اختیاره خوش اخلاقمون خود شاهینه با هم. بذار چیز اضافه کنم. من تا هم بد اخلاقم، یکم خسته بشم خیلی بد اخلاق بشم. 90% نه خوش اخلاقه، ولی وقتی که اعصابش خورد میشه دیگه از خودش بیرون میشه، هیچ چاقو کشی میشه، یعنی خدا میدونه. نه نه، ولی من خوش اخلاقمون شاهینه فکر کنم. نه که اونجوری که 99% خوش اخلاق باشه شاهینه. نه نه من تا جای تا حدودی خوش اخلاقم، ولی خب بد اخلاقم میشه. ولی علی هم خوبه. علی موزیه. علی مثلا یه دفعه داری حرف میزنی، مثلا ازت یه سوال میکشه داره ضبط میکنه و میگه میخوام ضبط یه سوتی ازت زیاد میگیره. بعد یه منیجر خوبم داریم دوست داشتنی، آقای محسن سعدی، خیلی عزتش میکنیم، خیلی اذیت میکنه تو. و حالا حرف برنامه ها رو زدین، واقعا بته امسال کلا همین چند ساله واقعا خیلی زحمت کشیده واسه برنامه ها. دمش گرم، اینجا تشکر میکنیم ازش. آقای سعیدی، یه تیم 4 نفره خوبیم، پشت پرده بچه‌ها دیگه هم هستن که زحمت میکشن در کنارمون، ولی 4 نفره میریم میایم، دوست داشتنی هم بچه ها، خیلی با حالم. شاهین خیلی حساسه به موهاش و لباساش، اگه همه چیش مثلا همه چیز اوکی باشه همیشه خوشحاله و اخلاقش خیلی خوبه، ولی اگه این مسئله باشه تو این کار دیگه هیچی نمیاد بیرون، دپرس میشه. نویسه همینطور که گفتم جدیه، ماست همیشه جدیه. نه تو جدی نیست، نه خیلی آنها جدی هستش، ولی یه 10% داره که یا واقعا دلغک میشه که همه رو شوک میکنه، یه ها مثلا آبرو ما رو میبره توی رستوران، خیلی عجیبه، یعنی کم پیش میاد مثلا سالی یه بار خدای یا عصبی میشه، بعد مثل اون فیلم های یه مثالی بده، مثلا وندیزل میشه یا هو هالک میشه، یه اصلا هیچی. نه نویل آرومه، ولی من اینم که اینم، من همیشه خودم هم دوست ندارم اصلا تعریف کنم. وقتی از دهن خودش میاد دیگه خودتون ببینید. بین سوال بعدی کلی آدم دور و برم، ولی دلم تنهاست، دلم تنهاست، بده عشقم فیکم باشه، بده بیا به مشکیم بد شده با دل سیاد بیشموی بار باش باید دیفم علی جان، شما که همیشه موزیک آهنگای گروه رو میسازی، یا حالا بیشترشو موزیک و بیتشو میسازی، بهمون بگو روند کارت چجوریه؟ همیشه اول از بیت آهنگ شروع میکنی، یا اینکه شده که شعر رو داشته باشین اول روی شعرش بعد بیای آهنگشو بسازی؟ این روند کارت چجوریه و چرا؟ خیلی بستگی داره. خیلی از ایده‌ای که میگیرم توی سفر میان، مثلا میتونم یه صحبت جالبی با یکی داشته باشم که یه تیکه قشنگی، مثلا یه تیک کلام قشنگی به من مثلا میگه که میگم جالبه بذار از این یه آهنگ بسازیم. یا یه بارم یکی از رفیقام ویدیو چیز شیوا خانومو واسه من فرستاد که خیلی بامزه میخونه و به بچه‌ها گفتم میخوام از این ویدیو یه آهنگ بسازم، که آهنگ سانسور اومد بیرون که صداش سمپل شده. گاهی وقتا هم میشنم نصف شب پشت کامپیوتر یه موزیکی میزنم که به بچه ها نشون میدم و بچه ها یه ایده ای روش میزنن و ما دنبال میکنیم و میره جلو. بستگی داره، خیلی مقرار فرق داره همیشه. یا یه سوژه یه که میگیم به علی که مثلا یه همچین سوژه بریم جلو، یا علی یه بیت خیلی خفنی زده که روش ایده میاد. مثلا یه همین تازه وقتی که قبل از اینکه آهنگ مسئله نیومد بیرون، فکر کنم با بچه‌ها توی هتل بودیم و نمیدونم یه گاهی وقتا میریم توی فازای عجیب، مثلا هر چی میگفتم شای میگفت مسئله اینه، یه چیز یه جالب میگفت، منم مثلا جوابش میدادم. آره بعد گفتیم مثلا هی مسئله اینه میگفت میکردیم، بعد گفتیم اینو بعد آهنگ بکنیم. اینطوریه دیگه فرق داره. علی جان، تازگی ها برای آرتیست های دیگه هم آهنگ سازی میکنی، چی شد که همچین تصمیمی گرفتی و چطور پیش میره؟ من الان 10 سال توی مارکت ایرانی هم و از قدیم سعی کردم رو اسم خودم کار کنم که اسم قوی بسازم به عنوان پرودوسر،
و خودم رو ثابت کنم و الان خیلی از آرتیست ها دورور آشنان با کار من و دیگه تصمیم گرفتم واسه من یکم نه اینکه کارهای تیم خسته کننده شده ولی خیلی ایده دارم که به کار تیم نمیخور و نمیخوره و واسه همین چالش جدیدیه آره و دوست دارم یه پا توی زمینه رپ داشته باشم و هم توی پاپ و سورپرایزهای خیلی خیلی بزرگی هست که به زودی تو راهه. منتظریم داشته. خب بچه ها نظرتون راجع به موزیکای ایرانی چیه؟ به نظرتون چقدر پیشرفت کرده؟ من به نظرم توی این چند سال اخیر خیلی پیشرفت کرده مارکت. خواننده‌های جالبی اومدن، سبک‌های جالبی اومدن. کلن فکر کنم درست کردن موزیک کلن یه جوری مثلا ساده شده نه؟ یه همه تو کار هر با هر کار بزن تو کار موزیک کلن خلاقیت زیاد شده و پروداکشن ها زیاد شده و آره دقیقا یکم لول کار رفته بالا به نظرم. هنوز اون سبک‌های بد و خواننده‌های غیر حرفه‌ای هم هستن مثل یه جنگل دیگه ولی خیلی کارهای خوب و خیلی خواننده‌های خوب به نظرم جدیدن اومدن و البته یادمون نره رادیو جوان که واقعا شروع کرده خیلی از آرتیست‌ها رو ساپورت میکنه به نظرم این خیلی مهمه. درسته دقیقا و یه سبکای یا یه خواننده‌ای ساپورت میکنه که کلیشه‌ای نیستن یعنی همیشه توی به عنوان توی اون کاتگوری کلیشه‌ای اکثر وقت آره ولی موزیک ایرانی واقعا دمتون گرم بچه‌ای که زحمت میکشن تو ایران تو اون سختی و گرونی دلار و اینا همون هنرشون نشون میدن واقعا دمتون گرم بهتره کنید ما هم حال میکنیم چرا که نه دم اون آرتیستا گرم که واقعا سالها و سالها زحمت میکشن واسه اون سبکی که خودشون دوست دارن اون سبکی که خودشون و نوآوری کلن و اینکه جرأت داشته باشن نوآوری بیارن تو موزیک ایران این به نظرم خیلی حرفه دقیقا و اونایی که ریسک میکنن انتقادی که من داشتم از موزیک ایران البته انتقاد نیست نظره خیلی سبکای یه نواخت یه دوره اومده بود ولی این شکسته الان فکر کنم یکی دو سالی تقریبا شکسته خیلی ها جرأت کردن سبکای جدید بدن بیرون ها خیلی از شنونده ها آگاه تر شدن موزیک رو بیشتر باهاش آشنا شدن به خاطر همین سلیقه ها بهتر شده به نظر من. درسته ولی خواننده های خوب همیشه بوده همیشه بودن توی زیرزمینی توی همیشه بودن ولی مشکل اینجاست که فقط کار اون خواننده نیست باید شنوندهش هم باشه. درسته و این بستگی به پروموشنه کار اون آرتیست باشه که به نظرم آرژه داره خیلی فعالیت میکنه تو این زمینه. در هر صورت همتون آرژه این راجعان دیگه در هر صورت همتون خوبید واقعا تو خوبی همتون کی همتون کیه همه هنرمندان همتون خوبید همتون کارشون خوبه همتون ادامه بدید نه ولی همشون خوب نیستن شاید داره همه هدایت بکنه دیگه باید انرژی بدید دیگه دمتون گرم آقا همه تون خوبید اینا ما بعدیم آقا شما خوبید دم همه تون گرم. خب بچه ها اگر که خواننده نمی شدید اگر که مثلا الان گروه تیم بکس رو اصلا تشکیل نداده بودین فکر میکنین که چی کاره می شدین غیر از موسیقی اصلا چه کاری بود که از بچگی فکر میکردین خیلی خیلی دوست دارین مثلا بزرگشین این کاره می شید؟ من از بچگی فوتبالیست بودم دارم صحبت میکنم از بچگی فوتبالیست بودم ولی اصلا نمیدونم چی شد یه دفعه وقت اومدیم دانمارک 18 سال پیش بود خود به خود اصلا رفتیم چون موزیک یه چند سالی هم بازی کردم اینجا ولی چند بار باشه این فوتبال بازی کردم تو کوچه زیاد به خدا یه بارم بازی نکردم که موزیکش بهتر بود یه بارم بازی نکردم بعد گذاشتمش دروازه بعد اونم ول کردم رفت دنبال فیفا تو پلی استیشن اینا دیگه نه ولی اگر ورزشی نمی‌شدم 100% تجارت کار تجارت رو دوست دارم. آخر بار کی ورزش کردی تو رو خدا آخر بار هفته پیش ماه یه بار میرم بعد دو تا دمبل می‌زنم میگم دیگه از امروز شروع می‌کنم به مادره میگیم تخم مرغ و مرغ و اینا بفرز واسه ما نمیکنید ادامه نمیدین دیگه یعنی فوتبالیست میشدی تجارت از تجارت تاجر میشدی تاجر
من فکر کنم اگه خواننده نمی‌شدم همون فکر کنم همون دوست داشتم پشت دستگاه بشینم. یعنی من نه میگه اگه موزیکن... تو دنیای موزیک نمیمده چی کار میکردی؟ نه ولی خب من کلا قبل اینکه خواننده بشم دوست داشتم پرودوسر بشم واقعا بایدش از اول، یعنی دوست داشتم پرودوسر بشم. ولی خب خوانندگی میگم خیلی یهو اتفاقی بود. تجارت دوست داشتی؟ تجارت هم دوست دارم. چرا خانم هم تجارت میکنیم. ولی خب هنرپیشگی چه؟ هنرپیشگی هم دوست داشتم. آره هنرپیشه بوده قبل تیم. آره آشپزی. ولی خب اگه حساب کنی همیشه موزیک آهنگسازی همیشه در کنار داشتیم همیشه دارم. ولی آره من فکر کنم من چی میشدم؟ حمال. حمال؟ نه من نمیدونم راستش خواهی توی کار چه یا آرتیست دیگه میشنن دیگه هر چی با کار هنری رد داشته باشه. حتی تو شغل اصلی تا میتونی بگی الان علی بی شهرسازی خونده، مهندس شهرسازی بوده. ولی مهندس اینجوری کاملا ول کرد و رفت سراغ همین سال خوندیم، همین سال خواستیم زاده مادر ثابت کنیم که جا در پایار نشون بده. خدا آخه هر وقت توی استودیو منو میدید داشت درسامو نمیخوندم، داشتم مثلا پشت کیبورد بودم یه دمپایی پرد میشه رو کلم دیگه، انقدر کلم باد کرد گفتم باش اونجا میرم یه تحصیلاتی میگیرم و گرفتمش. یه چند ماه کار کردم دیدم واقعا به درد کار نمیخورم. رئیس شرکت اومد بهم گفت علی جان ما خیلی دوست داریم که تو ما کار کنی، ولی خیلی پسر خوبی هستی و ولی این کاره نیستی. بهش گفتم نامرد و خلاصه بعد از چند ماه دپرشن گفتم دیگه بکن، من واقعا موزیسینم و آره اصلا سوالی نبود اینم چرا وارد این بحث شدم. ولی که جاله اون حزینت داره یکی بجز من میده، همون تیپ جدیدت معلومه که هرچی میره کم میده، همیرم بهش با صد بمیره چون روی سگتا هنو ندیده. نری بگی اسم اکست نبیله اصلا لزومی نره ندیگه، نیست مزم مثل قریب دگیرت الان سایم ببینت دبیره تو اکنه بری سختر داری واسم که به خیال خور تریگه اصلا چی میخوای ثابت کنی؟ کارت انقدر تابلوه که باید قابط کنی. بچه معمولا هفته چند ساعت توی استودیو واسه یه ساخت آهنگ وقت میذارین؟ مثلا ما اگه الان بیام کامپیوتر تی ام بکس رو نگاه کنیم چند تا دموی قدیمی پیدا میکنیم که هیچ وقت ریلیز نشدن؟ والا تنبل ترین منم، ولی خب میریم استودیو. بچه‌ها صبح تا شب استودیو ان، علی که از خواب بیدار میشه با همون صورت خوابالو پای کامپیوتره، ساعت 11 تا 6 با نبیل تو استودیو ان، بعد 6 میره خونه تو استودیو همش رو 10 تا 6 حالا یه ساعت داداش ببین یه ساعت هم تعصب داره. از 10 تا 6 اینجای من و علی بی و هر کدوم خونه استودیو داریم، از خونم کار میکنیم. ولی خب حالا خیلی کار میکنیم، خیلی کارهای بسته داریم که اصلا نیومده بیرون. تعصب میگم زیادی داریم. یعنی هر روز همین کار نکنیم. یک شنبه تعطیلیم. روز ساعت 2 شب. من یک شنبه به خونه بودم. پریروز ساعت 2 شب فیستایم کردم به علی، خوابم نمیبرستم. گفتم داشی علی دو شب چرا فیستایم کردی؟ نمیدونم. من بعد از اون فیستایم خوابم نبرد. داشی علی چطوری؟ تو خوابت نه داشت موزیک کار میگه خیابش خوابالو گفت چطوری گیر کردم روی تیکه آهنگ، گفتم ما بگی بخواب لاما صفکم خواب بیدارت کنم، گفت نه با من بیدارم همه مرحله میرسیم. حالا تا الهامات همیشه اکثر شب هست ساعت یک شب من مغزم تازه بیدار میشه، همه ایدای خوبون ساعت میان. نه فکر کنم همه ساعت خواست دارن که نه من صبح اوکی هم نه من صبح هست من کلا هسته هیچ وقت نمیان. خب بچه ها برای سوال آخر یه چیزی از خودتون بگین که مردم در موردتون نمیدونن. من یه نکته میتونم درباره شاهین بگم که کسی نمیدونه. شاهین آخه خیلی فیلم از دور میاد صداش کلفت و اینا، فیلم میکنن خیلی مثلا لات و اینا. شاهین خیلی احساساتیه، خیلی رومانتیکیه، خیلی علاقه زیادی به شعر داره.
فیلم تایتانیک فیلم مورد علاقه من جالبه همه فکر می‌کنم مثلا تایتانیک تو اتاقش رو دیواره. من صبح تا شب پای دودم بابا، من نه سیگار نه مشروب، اصلا علی این چیزا نیست. بابا قلیون تنها تفریحمون اونم ماهیه با علی وقت بشه. گلوفت لامصب معلوم نمیدونن تو استوریات فقط پر قلیونه. یه چیزی که معلوم نمیدونن نمیدونن علی گفتیم دیگه نکته رو آره نکته رو خودم اشاره کردم. علی بی چی؟ علی بی من یکی علی کنم مرموزه، ما خودمون نمیدونیم چی به چی هست. من زیر زمین به این رازش همینه، من زیر زمین زندگی میکنم والا نمیدونم به خدا نمیدونم. علی یه دفعه مثلا زنگ میزنی بهش تو فرودگاه آمریکاست، نشسته اونجا توی استارباکس داره کافه میخوره، میگم کی رفتی؟ میگم پنج روز رفتم، یه دو روزم تو راه بود. سورپرایز میکنم. آره کلن علی یکم مرموزه، بعد کلن سنگدل وحشتناک. نه پسر خوبیه، هم خرابش کنم. نه پسر خوبیه، علی هم پسر خوبیه، ولی موزیه. من چی؟ چه نکته هست من کسی نمیدونه؟ نبین همون یه نکته اول علی اشاره کرد، یه دراکولایی در اون نشه. فکر کنم تو مثلا همه از دور میبینش میگن چقدر آدم جنتلمن و به قول دختر آمریکا میگفتن چقدر اسویته. ولی ما که از نزدیکی میشناسیمش میدونین اسوید نیست. اسوید نه، یا بعد مواظب باشی چجوری با شوخی میکنی. میدونین وقتی که قضیه جدی میشه دیگه واقعا نبیل میدونی چجوریه. نبیل خیلی پسر خوب و واقعا پسر خوبی ها، واقعا اینو همش یه نوری میبینم. عصبیه گاهی وقتی. نه نه دروغ میگه، دروغ میگه، همش میبین کاراش رو میگم. نه جدی میگم، نبیل خیلی پسر خوب و آقایه، ولی یه چیزی که کلن کسی نمیدونه میگه این از این پسر آرما سری میشه، اینا که میز اول مرسه میشه میشه سرش گول ما بیده. کنسرت ها که میریم همه چیز باید پرفکت باشه، کاغذ کنتراکت رو میگیره، این چرا نیستش، این چرا نیستش، یارو میگه این کیه دیگه، همه چیز باید روی برنامه بره. حتی کنسرت هم اکثر با سعیدیه کارا، ولی دوست دارم کار منظم باشه. ولی یه چیزی که کسی نمیدونه، خیلی پسر باهوشیه ولی اصلا اسم یادش نمیاد، هیچ اسمی. یعنی الان دوستای عزیزی که همه سلام علیک کردن باهاش و غذا خوردیم و اینا، هیچ کدومتون اسمشون رو یاد؟ حافظم تو اسم خیلی بد. البته این ماهی قرمزه میدونی که اینجوری بود. ناپلون بناپارتم به خدا اینو جدی میگم، داستانش رو خوندم تو اسم خیلی بد بود. من اسم رو خوب حفظ میکنم. هیچ خب بچه ها ممنون از وقتی که برای اثبات گذاشتین. حرف آخر دمتون هم... گرم. ما هم به نوبه خودمون تشکر میکنیم، مرسی از بیننده هایی که سالها حمایتمون کردن، طرفدار عزیزمون، از رادیو جوان خوب همیشه خوب بودید، خوب بمونید، حرفه‌ای، عاشقتونیم قلبی. من هم به نوبه خودم خدافظی میکنم، تشکر ویژه از طرفدارای عزیز که همیشه پشتمون هستن، عزیزانی که همیشه کنسرتامون میان ساپورت میکنن ما رو، طرفدارای گلمون رادیو جوان که همیشه پشتمون بوده تا این سالها. مرسی از برنامه خوبتون، قربون همتون، مرسی که ما رو دعوت کردید. من هم حرف بچه‌ها رو کپی پیست میکنم و مرسی که پشت ما بودید و کوتاهش کنم، منتظر سینگل جدیدمون باشید که به زودی میاد. مرسی که ما رو دعوت کردید، قربون همتون. از اثبات این هفته امیدوارم که لذت برده باشین. از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باشین. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون هستیم. خداحافظ.